با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در جای ایران و دنیا. سی سوال شده، قبلا سوال شده بود، من یه بارم چند وقت پیش جواب دادم، دوباره تکرار میکنم. اینکه وضع پولای کلان خارج کشور چه اتفاقی براش میفته، برمیگردونن برنمیگردونن. ببینید دوستان، تمام این مسائل بستگی مستقیم به خود ما داره. ما هر چقدر منسجمتر، یک دستتر، یک پایینی مستحکم باشیم، قدم محکم برداریم، اونو میان التماس و پولاتون ببرید. بس به آینده کشور ما داره که قطعا آینده روشنی داره، آینده داره که اظهار قدرت میکنه و قدرتش به دنیا اثبات میکنه و اونا میان طرف ما که آقا بین پولا ما رو شما اینو اینجوری سو هر چی هست رو میان خودشو دایره میزنن میان داره کار بچگیشون رو میان، خاطرتون جمع باشه. پس اینو بهتون بگم که بستگی به حکومت آینده، قدرتش، انسجامش اینا داره و مردم ایران که دیگران مردم ایران خوشبختانه من یعنی یک در میلیارد حساب نمیکرد اینقدر منسجم میشه 80 میلیون بعدی خدا خدا شدن. یعنی همه فهمیدن سر کار خانه جامع و خانه همه فهمیدن که دیگه چه گیر چه حکومتی افتادن. من امشب دارم کلیپ میذارم بعد از راجع روزخونی تو پیش خامنه ای اصلا نمیدونم مرده بود اولا اون هارت ورتش همه چی مثلا گنده که تو زدی خیلی کار شده. حالا من دیشب صحبت کردم راجع به کسایی تو مملکت هستن و مفخوری کردن پست که از سمت گرفتن، گفتم تکمیل میکنم برای بچه هاشون بهتون میگم. ببینید اینها متوجه نشدند، اصلا مست و غرور شدن، فکر چه خبره، فکر اصلا مردم ایران واقعا قیم میخوان، یا به قول پسر و یارو میگفتش که ما نژاد برتر هستیم. نه خیر، چنان دام براتون خود به خود گذاشته شد، چنان توی دام افتادید راه برگشت ندارید، همه تونی وسط لب و نورده بشید. هرچند ما دلم نمیخواد دلی نورده بشید، دلم میخواد زنده بمونید، محاکمه بشید، در قفسه معروف شما نگهداری بشید. ولی خب مردم به دعوت توجه نمی کنن. شما دقیقا تو دام مردم افتادید، هم معتاد شدید، هم بیخاصیت شدید و هم به قول معروف مست غرور و باخبازی رو باختید. معتاد بین بی پول مفت عادت کردید، نه هزینه که بکنید پول مفته. بعد از همه مهمتر میخواستم بگم پول پشتت رو خراب کرد، هیچ پول پشتت نداشتید و این یعنی رمز موفقیت 100% مردم و شکست 100% شما ها. کاری بلد نیستید، هنر این بلد نیستید. اگه بدتون کنه اصلا بگه نکش ولش کنه، هیچ کار درستی نمیمیرید شما ها. چون ما مفخوره عادت کردید. بچه‌ها از خودتون بدتر، بچه‌ها هم معتاد شدن، هم در دوران جوانی باید کار میکنن، تلاش میکنن، تحقیقات سرشیبی رفتن، نتیجه میشه به جرأت بهتون میگم، به جرأت بهتون میگم 99% بر بچه شما ها تو خارج کشور به گدایی میافتند، به کارتو خواهی میافتند، به دریستگی میافتند. چه قاعده طبیعت، قاعده کاناته، پول ملت ایران ببرید بخورید عشق کنید فرام همینجوری میمونه، نمیمونه، خاطرتون چه همه جمع باشه. همین ساشا رو میبینید بعد چه روزگاری میفته. اگه به ماشین شوری و گدایی و کلافرانس من هیچی نمیدونم، نکین همه اینها، همینه که پول مفت ملت ایران رو بردن. این پول مسموم، این پول معتاد میکنه، مسموم و پدرتون در میاره. اینجوری نیست، خطوری خرد و خریست. یه بار گفتم توی بس تربیت بچه ها، هر بچه ای که نوجوان و جوان بگه من اینو میخوام، اینجا میخوام بخوابم، این کار میخوام بکنم، اینو میخوام بخورم، اونجا میخوام برم، هر چی خواست کرد، به سنی میرسه که هر جا گفتم باید بخوابه، هر چی دادم باید بخوره، هر کاری گفتم باید بکنه و هر جا گفتم باید بره. گفتم بیدید این قانون طبیعت و قانون کائناته، بیدید سر سنگ بند نمیشه که دوست عزیز. پس بچه هاشون هم اینو خرابش کردند. مگه عاقلی باشه تو اونو بگه من درس خوندم، درس میخوام، هیچ اون درس هم نمیخوام، اگه بخونم علکی و مده گرفتن اون دوران تموم شد. این هست که بچه هاشون، زناشون، هر چی که داره اونور، اینا همشون رو با دست خودشون با همکاری یه داخل نابود کردن. یعنی اعتیاد به این پول مفت پیدا کرد. وقتی نرسه چیکار میکنم؟ گدایی و دریوزگی و علاوه دیگه اونم که دیگه آخر عاقبت کارشونه. پسته آخرش تلخه. یه تشکر ویژه بکنم از این روزخونه که برای پیش خامنه کردن، از بچه های صدا سیما، از بچه های فیلم بردار و کارگردانش. اینقدر قشنگ چهره اینا رو فیلم گرفتن، اونایی که بعضی نمیشناختن شناسه شده میشن. بچه ها همه شناسایی کردیم. به بعضی شناختی از باور میشه بسن به تشکیل داده باشه، شناسه شده بودن، کاملتر شد. یه دفعه ماسک داده بودن، ماسک به درد عمتون میخوره. شماها شناسه شده از قبل شدید. فقط به فقط من بارها گفتم، من کسی نیستم، یه نفرم، یه رای دارم، با
تاکید میکنم، حتما حتما دوستان عزیز بازداشتشون کنید، اینها رو چیز نکنید، اینها رو نکشید، اینها زیر پا دست با له نکنید، اینها بمونن محاکمه بشن. خیلی حرفا رو گفتن است، یعنی برای گذشته چراغ راه آینده است، تاریخ برای همینه که بدونیم بعد برای نسلهای بعد بشون بگیم آموزش داده چیه، اینجوری 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 هست، اینجوری شده. بله من سیاه‌بازی که روزو هست، نمیدونم این میاد اون میره، تبدی این کاری که میکنه، این همه سیاه‌بازیه. من داستانشو گفتم براتون، قبل از اینکه داستان رو هم تکرار کنم یک مطلبت رو میخونم بعد خدمت شما هستم که میریم سر از درسته. میدونی خامنه دیگه حکم یک آدمی داره که برای خودش همه کار شده بود، میگه یکی بود یکی نبود، دقیقا هم محالت است، یکی بود یکی نبود، و آن که بود جغدی بود که نیمه شب به ستاره بر شاخه درخت بلوط نشسته بود. دو موش سهره میخواستن بی صدا و بدون اینکه توجه جلب کنند از اونجا بگذرند. جغد گفت آهو، موش ها که نمیتوانستن باور کنند در آن تاریکی زخیم کسی قادر است آنها را ببیند، با ترس توجه پرسند با کی هستی؟ جغد گفت با تو. موش ها متعجب بازگشتن به سایر مخلوقات دشت و گود جنگل، گفتن که جغد عظیمترین و عاقلترین مخلوقات است، زیرا در تاریکی قدرت بینایی دارد و میتواند هر سوالی را پاسخ بگوید. پرنده‌ای که منشی بود گفت در این باره تحقیق خواهم کرد، و شب دیگری که باز بسیار سیاه و تیره و تار بود به سراغ جغد رفت و پرسید این چند تاست؟ دو. و پاسخ صحیح بود. پرنده منشی پرسید من کی هستم؟ جغد گفت تو. پرنده منشی گفت انگور بر چه درختی است؟ جغد گفت مو. پرنده موشی باشه بازگشت به دیگر موجودات گفت جغد واقعا عظیمترین و عاقل‌ترین حیوانات دنیا است، چون در تاریکی میبیند و هر سوالی جواب میگوید. شغال مو قرمزی بود پرسید در روز هم میبیند؟ موش سهره و سگ پودل یک صدا گفتند بله و یقینا، و بقیه مخلوط به این سوال احمقانه که در روز هم میبیند با آقای بلند خندیدن و سر در پی شغال مو قرمز گذاشتند. او و دوستانش از آن محفظه بیرون کردن. بعد پیکی نزد جغد فرستادن و از او دعوت کردن که راهنما و رهبر آنها باشد. هنگامی که جغد میان جانوران هویدا شد نیمروز بود و خورشید درخشنده میتابید. او آهسته گام برمیداشت و این مطلب به او وقار و سلامت خاص بخشیده بود، و با چشمان خیره درشتش اطراف و جوانب را مینگریست و این قضیه حالت بزرگان رو داده بود. مر فریاد کشید خداست، و سایرین این شعار را استقبال کردن و همه فریادن خداست خداست. و به این ترتیب هر کجا میرفت هم به طبیعت از او میگفت میرفتند، و وقتی با شیعی مستصدم میکرد دیگران هم به آن تنه میزدند. آخر به میان جاده اصلی آسوار رسیدند و از میان آن به راهش ادامه داد. رسیده راه ادامه داد. بقیه موجودات همچنان به دنبالش بودند. در آن حیث و بیس عقاب که جلودار کاروان بود مشاهده کرد که ماشین باری بزرگی با سرعت 50 مایل در ساعت به طرف آنها پیش می آید. به پرنده منشی خبر داد. پرنده منشی به جغد گزارش داد و گفت خطری در پیش است. جغد گفت اوه. پرنده منشی به او گفت آیا نمی ترسید؟ و جغد که ماشین باری را نمی توانست ببیند با آرامی گفت برو. موجود دوباره فریاد کشیدن خداست، و هنگامی که ماشین باری آنها را زیر گرفت هنوز میگفتند خداست. بعضی حیوانات فقط مجروح شدند، اما اکثر آنها من جمله جغد مردند. نتیجه اخلاقی بسیار از مردم تا مدت ها مدید را میتوان اخفال کرد. شبکور، روزکور و الاخر. خب خدمت شما هستم که چند تا کلیپ براتون میذارم صحبت رو گوش کنیم و صوتیش باید ترسیم. بعدن راجع به وضعه خونه خامنه‌ای صحبت خواهم کرد. بعد روش صحبت می کنم. بی هنر از هنر شدارن می‌بینن، بی عقل از عقل شدارن می‌بینن، هر چی
پروی خر مقدس خواست همین گفتاد توی سلام همین تا افتاد دیگه. این صحبت متحری پدر همین متحری مجلس. خب این تیکرم گوش کنیم باز میریم یکی دستور متحری با هم بشنیم. که دیدید این وقتی که کسی غرور میکنه و اونجا میرسه اختیاراتون بشودن این تیتر نمیبینه نمیفهمه. من شهر کرد بودم یه آقای اومد پیش من رفتی دور دیده بودمش که با پسر در کارخانه میتونه پسر برادرش بوده و این آقا مدیر کل اطلاعات استان بود من نمیشناختمش. آقای اومد اول پرسی و اینها و بعد گفت که آقای محمدی زحمت دارم برات گفتم بفرمایید گفت شما فرمودید زنگ زن به این آقا بگو فردا ساعت 1 جا قرار دارین نرو سر قرار. چرا خودت گفت من میشه نمیخوام بگم این مدیر کل یک از ادارات ماست که شما میشناسیش رفته مکه از مکه دیروز اومده فردا با زن کارمند زن شوهردارش قرار داره و ما خبر داریم و باید اگه چیز نکنم نمیشه باید بیرون بگیریم شاید نره بهتره پیشگیری بشه. گفتم چه آدم با وجدانیه یا اصلا پرسید تو کی هستی اصلا خودت ما زنگ زدم به آقا و گفت تو چیکاره ای به تو چه مربوط مربوط دارم خواست میکنم گفتم من نمیدونم من گفتم به تو زنگ زدم فردا قرار ندی و پرسر قرار رفت و گرفتنش خلاصه اینجوری از خونه خونه خدا که میتونه دیگه این بری از همه چی دیگه هیچ اعتبارش نمیفته همین همین هستن و این خدا آبشو اینجوری میبره برای یک تار مو برای یک تار مو حروم زاده ها گیر میدید مهسا میکشید و خودت با زن شوهردار و او زن شوهردار با تو اینجوری حیثیت همیگیتون میبرن فرق نمی کنه چون جد شما جد نیرون سامی هستید. اینم با هم گوش همین گفتن 600 تا نیرو گذاشتن که مردم کنار دریا نکنن لو خودم شنا بخوام بکنن وقتی می در خلوت اون کار دیگر میکنی اینجوری خدا بتون میبره اینجوری بی حیثیت اونجوری بی ریا بی اینجوری کاری میکنه که نسلتون بسوزه. خب کلیپ آقای طبری خود زیاد بعد میذارم اینا پیام شازایتون گوش کنید. پذیرش اونهایی که میخوان از نظام جدا بشن و به جامعه ایران برگردن و در واقع سپر حفاظت از جامعه باشن نه عوامل سرکوب خود جامعه جایی برای خودشون در آینده ایران در فرای نظام ببینن و این رابطه دو طرفه است. جاب‌های محکم اگه برای نیروهای انتظامی فراهم نشه که بدونن در فردای آزادی میتونن جزی از راه حل باشن و در آینده جا داشته باشن عاملیست که میتونه سناریوی وضع شدن نیروهای به مردم فراهم بکنه. بنابراین این نیست که اصلا این راهکار برای ایران امکان ناپذیره. من همیشه باور داشتم و دارم و این یه حدس و گمانم نیست بلکه حتی به شکل ملموسش این اطلاعات رو دارم از جانب بعضی از کسانی که از طرف نیروهای نظامی و انتظامی صحبت میکنن که این آمادگی رو کلن دارن منتها در زمان مناسبش
میتونن این کار رو انجام بدن، رو هوا نمیتونن بمونن. این شامل یک فرایند داخلی کشور هست و ضمناً فاکتور بسیار مهم اون هم اینه که بدونن هم مردم و هم نیروهای انتظامی که این حرکت پشتیبانی بین‌المللی هم داره و این مسئله بسیار کلیدی است اگه بخوایم نیروهای انتظامی رو در این جریان سهیم بدونیم با مردم، نه در مقابل مردم. خب اینم که شنیدیم، خدمت شما هستم که اینم فقط یه تیکش میدونم چون حرفای دقیق هست. شروع سازمان ملل چه کردن با ایرانی که از سازمان ملل بودن بیرون؟ خب دیگه تا آخر بخونه دیگه، چند دقیقه است، آخر چی گفت دیگه از این شروع می تو تروریست فلان و آخر. خیلی خب من صحبت دیگه محترمتون بذارم اگر را بگیم روزخانی در زمان امام حسین که روزخانی نمی گفتن، در زمان حضرت صادق هم که روزخانی نمی گفتن، از 500 سال پیش به این طرف اسم شده روزخانی. روزخانی رو خوندن کتاب روزت و شهدا، یعنی همون کتاب دروغ، تمام دروغ. از وقتی که این کتاب به دست بارها افتاد دیگه تاریخ واقعی امام حسین به کسی مطالعه نکرد و شد افسانه سازی روزت و شهدا خوندن. ما شدیم روزه خون، یعنی روزت و شهدا خون، یعنی افسانه ها رو نقل کردن و به تاریخ امام حسین توجه نکردن. و زادت تنبور نغمتا اخرى، بعد در 60-70 سال پیش مرحوم ملاقه دربندی پیدا شد، تمام حرفای روزت و شهدا را به اضافه یه چیزهای دیگری همه رو یه جا جمع کرد که دیگه واویلا. خب کار نداریم که چی می، ولی میخواد بگه که این همش سفسطه است و مغلطه است و کار ایناست، همش دروغه. تاریخ دروغ هم گفتن خودش کار قبیحیه. خب در خدمت هستم تا کلیپ بعدی. ایام به کام بود، گفتم خوش.